اصرار دارم دوستان که بعد از این بحث، بحث دفاع از قرآن کریم و مسئله دفع شبهه تحریف را متعرض بشه، مخصوصا شخصیت مثل مرحوم نوری که این قضیه بالاخره گرفتار شده. من انشاءالله عمری باشد بعد از این بحث متعرض اون بحث خواهم شد. اجمالا آقای نوری، چون دیروز جایی بودیم گفتن که آقای مامقانی هم به ایشون حمله کرده، من گفتم که مذاق مرحوم مامقانی را تقریبا دستمه. آقای مامقانی اینجوری نیست، عنان قلم دست خودشه و خیلی محترمانه صحبت میکنه. در این اگر جایی هست به من ارائه بدید. این بزرگوار گفت باید ببینم کجا، ولی خودم مراجعه کردم امروز پیدا نکردم، توی تنقیح چیزی پیدا نکردم و علل قاعده هم نباید راجع به آقای نوری در تنقیح صحبت کنم مستقلا. چرا؟ چون اصلا مبنای ایشون بر نوشتن تراجم که نیست، مبنایشون بر نوشتن کتب بله رجال حدیثه، نه تراجم، اونم تا قرن 4 یا 5. وقت به ندرت گاهی اسم افرادی را مثل محمد باقر مجلسی، به ندرت اسم بعضی شخصیت ها را نقل میکنه، یعنی از چارچوب چی میگن مبنای خودش خارج میشه. اما آقای نوری که دیگه از معاصرینه، لذا من گشتم پیدا نکردم. بعدم با نوه محترم ایشون تماس گرفتم، ایشونم اظهار به اطلاعی کرد که من خودم مستحضر نیستم که مثلا مرحوم جد چیزی نوشته باشه راجع به ایشون. گفتم اگر باشه ممکنه استطرادی جایی مثلا راجع به کس دیگه حرفی نیست. گفت مستحضر نیستم. بعد ما این کتاب مقباس را دیدیم، مقباس الهدایه مرحوم مامقانی، این جمله را داشت راجع به شخصیت آقای نوری: کان ثقة دینا تقیا عالما محدثا خبیرا. دیگه چی میخواد؟ له مصنفات من جملتها مستدرک الوسائل، جلد 4 صفحه 31 از این مقباس 7 جلدی ها. حالا بازم شما ببینید که ما هنوز وارد اون بحث نشدیم، اگر حرفی مطلبی آقای مامقانی دارد بیارید ما ببینیم نظرشون چیه. بحث رو دنبال کنم. بحث ما راجع به جواب اشکالی بود که مرحوم ششتری بر حدیث ملاقات سعد اشعری نه صحبت اینه که ما میخوام ببینیم که بالاخره اون برداشتی که بذار من برسیم بحث اشاره خواهیم کرد، اون برداشتی که آقای بالاخره از ذریعه از تحریفی که استادش میفهماد یا بیانی که خود استادشون دارد همینه یا نه واقعا ایشون قائل به بله تحریفه. چون ما مدعی هستیم که بله
تحریفی در قرآن نشده. دقت می‌فرمایید؟ ایشون هم میگه من در اسم اشتباه کردم، نخوندم مثلا وقت دیروزا. ما باید بگم چی؟ فصل الخطاب فی عدمه. دیگه بیش از این؟ خب وقتی که ایشون اینجوری میگه، بعدم توجیه میکنه، بعدم ردی تهران را، تهران علیش ردیه می‌نویسن، ایشون رد میکنه اون ردیه را، بعد می‌فهمد که راضی نیستم کسی بخوند کتاب فصل خطاب را الا منظم من به این ردیه دومه دو دو کتاب باید با هم بخونید. دقیق می‌فهمم؟ خب وقتی که ایشون اینجوری می‌فهمد، آیا بازم جا دارد که یه سری بگن که ایشون قائل به تحریف قرآنه و به عنوان یکی از بزرگان شیعه به عنوان قائل به تحریف قرآن مطرحش کنم؟ این من این میخوام مطرح از کنم. آیه ما موانی که بعضی گفتنشون نزمتش کرد که انهو پذیرفته که ایشون جز کسانی که قائل به تحریف قرآنه، این میخوام از کنم. وارد اون بحث که شدیم بعد، خب حرف مرحوم شوشتری این بود که در این روایت حروف مقطعه را تفسیر کرده است به جریان کربلا و حال آنکه روایت صحیح ما داریم که مطلب غیر از اینه. من دو تا جواب دادم از مرحوم حائری، و اون دو تا جوابی که مرحوم حائری در منتهی المقال دادم که جواب اول است که بطنهای متعدد داره، یه بطن، اونم که نقلیه یه بطن دیگه. جواب دوم این است که حروف مقطعه طبق تفسیری که تفسیر دیگه ای که شده اینه که محکمات نیستن، که اگر برخلافش روایتی بیاد ما بگیم روایت برخلاف چی آمده؟ روایت برخلاف محکم آمده. نخیر، محکمات نیستن، متشابهات. حالا که متشابهات باشن حمالت الوجوب، یه وجه بنام یه وجه. دو تا جواب محکم انصافا مرحومه ششتری مرحوم حائری دادن، و این دو تا جواب دلیل بر این است که قبل از آقای ششتری کسان دیگری این شبهه را کردن و ایشون جواب داده. یعنی اشکال چی میگن جدیدی نیست، قبلا گفتن جوابش هم داده شد. خب عرض من اینه که شما فرمودید روایات صحیح برخلافش، من میگم کدام روایت صحیح غیر از آنچه که در این حدیث آمده و حروف مقطعه را نام برده به گونه دیگر نام برده، کدام روایت صحیح ما داریم که شما میتونید اونو به ما ارائه بدید؟ کتب فریقین را ما میبینیم و ادعای ما این است که یک روایت صحیح برخلاف اونی که سعد اشعری نقل میکند شما نمیتونید ارائه بدید. چه کتب شیعه چه کتب اهل سنت، حال که نتونستید شما حتی یک روایت ارائه بدید، ما به شما این مطلب را در آخر عرض میکنیم. بله، شما اشکال به سند این روایت میکنید، سند سعد اشعری، ما هم اشکال به سند اون روایت میکنیم. اینا ضعیفه، این هم ضعیف، چه ترجیحی چه مرجحی دارد که ما اینو بذاریم کنار اونو بپذیریم؟ مرجحش چیه؟ حال که اینا ضعیف است اونم به قول شما همه ضعیف. بفرمایید. اما از اهل سنت قدیمترین تفسیری که الان در اختیارمون هست از اهل سنت تفسیر ثعلبی در جلده متعدد البته، اما شما جلد 6 رو ببینید صفحه 207 راجع به حروف مقطعه. مثلا چی هست حروف مقطعه؟ یه روایت از ابن عباس، این حروف نامی از نامهای خداوند است.
خب حالا ما با قطع نظر از خود ابن عباس، سندش در ابن عباس درسته؟ بعد میگه عده‌ای گفتن که این حروف اسم اعظم خداست. این دو تفسیر. قتاده گفته این حروف نامی از نامهای قرآن است. پس تفسیر اول چی شد؟ از نامهای خدا. تفسیر دوم چی شد؟ اسم اعظم. تفسیر سوم از نامهای قرآن. خب کی نقلش کرده؟ قتاده. قتاده کی هست؟ چقدر اعتبار دارد؟ تاریخش نگاه بکنید. یورما بن نصب، این نصبیه. جریانش را مستحضر هستید، مباحثش با حضرت ابو حمزه سمالی که بعدا با امام باقر بحث کرد، مصادر هستید که یا نه؟ این روایت رو تقطیع کرده مرحوم حر عاملی در اینکه دو جا نقل کرده در وسائل. اصل روایت این است که ابو حمزه سمالی میگه تو مدینه اهل بسفتشون، تو مدینه بودم دیدم قتاده آمد تو مسجد. خب محمد باقر کجاست؟ گفتم چی میخوام؟ گفت من 40 مسئله سوال کردم، آماده کردم، از این میخوام سوال کنم. اگر درست جواب داد خب قبول میکنم، اگر باطل جواب داد، غلط جواب داد، قبول نمیکنم. این چقدر بیادبه. ابو حمزه رو دست ای زد، تو دهن ای زد، گفت راستی تو آقای قتاده میتونی تشخیص بدی درست را از باطل؟ گفت آره. گفت برای چی آمدی؟ میتونی تشخیص بدی برای چی آمدی؟ گفت یا اهل العراق انکم لا تطاقون، با شما نمیشه کلام جار رفت. از چی به چیز دیگه میگی؟ در این بین امام باقر وارد شد، روحی فدا، همینجور دور آقا حلقه زده بودن، مخصوصا خراسانی ها. آقا تشوردن نشستن تو مسجد و دور آقا نشستن سوال جواب رو میکنم، منم یه گوشه نشستم. شما تفسیر این قصه رو دقیق نگاه کنید در جلد 40 لا اله الا الله یادم میره، در جلد 46 بهار قتاده رو بزنید، این کلمه رو پیدا کنید. خیلی قصه جالبی کرارم گفتم، این قصه ها رو کتاب و دست بگیرید سر منبر برای مردم همین ها رو بخون. واسه روی گوشه نشستم، سوالات سال کنند های کم کم سبق شدن، رفتم تا آقای رو کرد به من فهمود که قتاده هستی. گفتم بله. ها فقیه سزا یه بخود آمدم. گفتم بله همینطور. کسی نزم سکوت هیچی نگفت. پس سر برداشتم گفتم که آقا منو میشناسید که من با شخصیت های بزرگی نشستم، ملاقات های زیادی با بزرگان داشتم، شما که تابعی هستید، من صحابه رو دیدم، من با ابن عباس ملاقات، چند تا اسم بود، با کی ملاقات، با ابن عباس ملاقات، اما این چونی که الان بر تن من لرزش افتاده سابقه نده، ملاقاتی که با شما دارم یه ملاقات ویژه ای هستم، بدنم میلرز، نمیدونم چیه، علت چیه. آقا فرمود میدونی کجا نشستی؟ میدونی که پیش کی نشستی؟ کجا نشستی؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. اگه پیدا کنید خود نصر را، قصه قتاده ابن دعامه. بله 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 همینطوره سیدی، همینطوره، من در چنین خانه‌ای نشستم. ولیست من بیوت حجر ولا مدر، سنگ بیت که خدا اشاره میکنه از سنگ و نمیدونم این حرفا نیست، بیت معنویه. بعد امام بیان کرد که امامت یعنی چه. پیدا کردید؟ امامت یعنی چه؟
دو سطر، یک سطر این امام مقام امامت رو بیان کردن که میخکوب شد زمین که خداوند عز و جل بله خلائق را خلق کرد و حجت هایی رو بر اونها قرار داد و ما این اون حجت ها، نحن حجج الله علی الخلائق. تا میرسد به این که بله سوالاتی شما زن آماده کردی از خد بله این پنیره که تو بازار میفروشن چه حکمی داره؟ همین تو 40 سوال آماده کرده بودی، حالا سوال تبدیل شد به پنیر؟ از خد آقا این ابهت شما مانعشون همه سوال فراموش کرده، همه رو من یادم رفت. آقا لبخندی زد، حالا سوال پنیر ها چه حکمی داره؟ آقا فرمود که اشکال نداره. عرض کرد آخر این گاهی از این پنیر مایه های میته استفاده میکنن؟ اما باش اشکال نداره، در آقا پنیر مایه که دیگه ایراد نداره از میته هم باشه. آقا مگه میشه هم چیزی؟ امام فرمود خب حالا اگر یه مرغ مرده ای تخم از او خارج بشود و این تخم رو میخوری؟ تخم مرغ؟ گفت نه. فرمود خب حالا اگر همون گذاشتن زیر مرغ دیگر رو جوجه شد و مرغ شد و بزرگ شد و سرش بریدن و برای قبل درست کنم میخوری اونو؟ بله. اون آخه کی بر تو تخم رو حرام کرد مرغ حلال کرد؟ اون که میگه تا حرام هیچی نگفت. حالا قتاده خود اهل سنت میگن این رو بیا رو میگه به نفس بده نکرده داره. اما اولشه بخوانید که امام مقام امامت رو بیان کردن، مقام امامت رو بیان کردن. بله بلند تمام بلند. قال نعم فقال له فمجاء فرسل رسول الله ذلك يوم قتادة إن الله عز وجل خلق خلقا فجعله مهجة على خلقه. الله أكبر. هم أوتاد في أرضه، أوتاد في أرضه، حفام بأمره نجباء في علمه، اصطفاهم قبل خلقه، اصطفاهم قبل خلقه. جعل بل الحجة قبل الخلق. بله عدلة عن يمين عرشه جعلكم الله أنوارا محدقين بعرش. بله قال فسكت قتادة خطبت بنا ثم قال أسلاك الله فالله فقد جلست بين يدي الفقهاء فقدم ابن عباس. بزرگان را من دیدم پیش ابن عباس نشستم. خب الله اکبر. فقال له ابو جعفر اتدري اين انت؟ کجا نشستی؟ انت بين يدي بيوت اذن الله ان ترفع و يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدود والآصال رجال لا تلقيهم تجارة ولا سلام دعك الله فإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أنت ثم ونحن أولئك. يعني چی؟ ما اونا هستیم و تو هم کنار ما نشستی. بس هست آقا، بس هست. درست هستی؟ اصلا منقلب شدن. اینها رو برای مردم نقل کنید. خودمون بعضا خودمون هم ندیدیم، خودمون هم نشنیدیم. جانم جلد 46 اینو خودمون هم ندیدیم. بعد میاییم یه چیزایی مینویسیم، یه حرفایی میزنیم، کتابهایی منتشر میکنیم، تو دانشگاه ها بعدا حرفایی میزنیم، ظلم میکنیم به جامعه، ظلم میکنیم به حق، ظلم میکنیم به خودمون، ظلم میکنیم به ائمه، ظلم میکنیم.
حقایق رو اینجوری تبیین کنید، همین رو بیان کنید برای مردم. همین از همین حرف هاست سبب شد که بالاخره آقایون اون طرف تحمل نکنن، بگن غلو. صد تا اینها رو نسبت به بزرگان خودشون قبول دارن، صد تا اینها رو غلو بود. فلانی به پیامبر اکرم چیز یاد میداد، پیامبر اکرم یه مش اسیر گرفته در احد، در جنگ جمع جنگ بدر نمیدونه چی کارشون کن، گریه میکنه، نیسته بود گریه میکنه که فلانی آمد گفت خود چرا گریه میکنی؟ گفت نمیدونم من چیکارشون کن. ایشون تو گونه که نویسن میگی بلدم، سواد دارم، به پی سواد ایشون با چیز یاد بدم. آه چه پیشنهاد خوبیه، چه پیشنهاد خوبیه، هم کار کرد. فلانی به خدا هم چیز یاد میده، حجاب، جامعه حجاب میخواد، خدا آیه حجاب فرستاد. خب دقت کنید، صد تا این حالشون برای خودتون قبول ده مخالطه، ولی این حال نبودم میگم بله غلوب هست و بعضی از ما هم دستفانه باور کنید تو بله غلوب بگذاریم. قطعاده رو شرح حالش نگاه بکنید، قطعاده یو مرمیون به نصب. حالا ایشون نقل کرده گفته این حروف نامی از نامه های قرآن هست، حالا این شد حدیث صحیح. بعد میگه آقای ثعلبی عده دیگر گفتن که این حروف نام سوره مریم هست، کاف های اسم سوره مریم. باز از حضرت امیرالمومنین و ابن عباس نقل میکنه که گفتن این حروف قسمه و سوگنده که خداوند به اینها سوگند یاد، قسم به این، قسم به صاد. مشکل حل نشد. کلبی گفته این حروف مدح و ثناست که خداوند با آنها خود را ثنا و ستوده. این هم یه معنی. سعید ابن جبیر از ابن عباس نقل میکنه کاف کریم، ها هادی، یا رحیم، عین علیم، عظیم، صاد صادق. از این گرفته شده. باز کلبی در جای دیگه چیز دیگه گفته، گفته خداوند کافی بر خلق خود و هادی بر بندگانی می باشد، دست و قدرتش بالای دست و قدرت مردم است و عالم به آفریدگان، آفریدگان به در وعده اش صادق است. گفته مراد این. خب کدام یک از اینها آقای ششتری سرندش درست بود؟ خاصبش متر خشخاش بگذاری، همونطور که شما متر خشخاش گذاشتید اما دیگه گیر دادی، این سرندش چیه؟ غریبه. آقای صدوق عمدتا روایت را به یک طریق نقل میکنه، یا از پدرش یا از استادش. اینجا چهار تا راوی داره، پس این غریبه. این غریب نیست، کدام یک از سند دارد؟ تا برسیم به خب آقای ثعلبی 427 صدوق کیه؟ صدوق 41. یعنی از نظر قرن بگیریم این قرن 4 اون قرن 5، از نظر فاصله زمانی بگیریم 40-50 سال فاصله است. و این مسند نقل میکنه، این مرسل نقل میکنه، از شما تعجبه. میگه که بله اون از دست هم داری به خاطر این هیچ کدام این سند نداره. سیوتی در درول منصور همه روایت قبل رو نقل میکنه و در هیچ کدامش روایت سعد رو نمیاره. طبیعیه، از امثال سیوتی چی توقع دارید؟ و بعضا من تعجب میکنم بعضی میگن ایشون شیعه است. از معاصرین اشتباه نکنم، برای شیخ عباس قمی میفرماد شیعه است، من کسی دیگر ندیدم. و تعجبه، شما القام الحجرش شما دیدید؟ با تمام تواضع شیخ عباس قمی خاکی که روی کفششه به چشممون میگذاریم، ولی ما یک سوال میکنیم. شما نکنه تحت تأثیر کتاب العرف الوردی قرار گرفتید؟ مال سیوتی حضرت مهدی
في اخبار المهدي. هسه المهدي مشترك بين همه مسلمين شيعة وسني، مخصوصا اهل حديث. شو اهل حديث بود؟ يعني البيت الشافعي، ولی خب به یک معنا روایت ها جمع میکرد، روایت هر کنه دیم یه جمع کرد، معنیش این نیست که ایشون شیعه باشد. حالا معمولا اهل سنت در زنزن کتاب های زیادی نمیشتن، اما این که میفهمه چی؟ نه نه، به ندرت به ندرت. و اصلا سیوتی اون کتاب القام الحجرش رو مطالعه بکنید، اصلا دیدی شما این کتاب رو؟ چجوری به شیعه حتی کی میکنه؟ چجوری حمله میکنه؟ القام الحجر فی نمشی صاب ابی بکر و عمر، چجوری دفاع از مقام شیخین میکنه و چه روایت کذبی رو میاره به عنوان ادله افضلیت اینا، و بعدم چه تهاجم هست. من اگر توفیقی بود، عمری بود، یادم نرفت روز یک شنبه، دان شنبه که در تعطیل انشاءالله رحلت هست معصومه، درسته؟ روز یک شنبه اگه یادم نرفت میارم کتاب را ببینید. ایشون آقای سیوطی دربش همینه، نمیاره. چه توقع دارد که بیاد قصه سعد اشعری رو بیاره؟ سعد اشعری که خودش از وجوه و چهره های شیعه و درگیر بود با کی؟ با نواسه بحاسه، و تو بحثش بین چجوری ریشه اون مباحث رو میزنه، مباحث اعتقاد رو زمان رو میزنه، حد بشین رو بیاره؟ طبیعی که نمیاره. خب حالا هرچی هست، همون اقوال دیگر را که سعلبی آورده سیوطی میاره، ولی میتونه به ما ارائه یک دونه از این سندش درست باشه، از فرد داشته باشه؟ مرحوم تبرسی، این از شیعه مجموع البیان، ایشون اختلاف علما را در مورد حروف معجمی که در آغاز سوره ها آمده در سوره بقره بیان میکنه. سوره بقره میاد چی؟ اول سوره الف لام میم، یه بحث مصطفی اینجا داره. بعد میگه شرح گفته علما را احاله میده به بعضی جاها، میگه ما اونجا بیان میکنیم یا بیان کردیم، ولی ما چند جا رو مراجعه کردیم از کتابشون، هیچ کجا روایتی که صحیح و سند باشد نمیاره. بعدم میرسه به این کاف های انصار، میگه بله کافی ها هادی یه نمیدونم حکیم این علیم صاد همین، میگه از اینه گرفته شده، ولی سند برای روایت صحیح ارائه نمیده. بعد میگه که در ذیل آیه نخست سوره مریم سه روایت رو بازگو میکنه. روایت اول عطا ابن صائب، این روایت اوله که چی گفته عطا؟ از سعید ابن جبیر نقل میکنه. از ابن عباس که گفته کاف از کریم، ها از هادی، یا از حکیم، این الی آخر. خب از کی نقل میکنه؟ از عطا. حالا ما کار نداریم سند، اصلا سند دارد مرحوم تبرسی و عطا یا ندارد، فرض کن سند داشته باشد، خود عطا کیه؟ آقای خوی مصامد که انه به نفسه لم یوثق، تو توثیقی نداره عطا. آقای خوی بعد از نقد روایتی از امام زین العابدین، ایشون از امام زین روایتی نقل میکنه، میگوید که هذه الروايه تدل على ان عطاء كان شيعيا. حالا میخونم مطالبش. و يظهر مما ذكره غير واحد من علماء العامه انه ثقه في حديثه القديم لكنه تغير. این سنی بود شیعه شده که عطاء، یعنی هر کس سنی بود شیعه شد دیگه میشه چی؟ ثقه؟ توثیق موازین داره. مثل سنی ها نسبت به روایت ایشون تأمل دارن، مثل خود ما میگیم قبل از انحراف و بعد از انحراف، حال الاستقامه و بعد الاستقامه.
نسبت به ایشم یه همچین مطلبی گفته شده نسبت به آقای عطا، که این آقا یه مدتی اون طرفی بود ولی بعد برگشته. ببینید مقدسی میگه که بله عطا 136 فوت شده، تقریب و تهذیب میگه که صدوق اختلط، یعنی چه؟ آدم خوبی بود اما فیما قاطی شد. نه اختلط، خودش قاطی کرد، خودش قاطی کرد. یحیی بن معین، باید یه وقت اینجا براتون بیان کنم که این آقا کیه. این آقا حقشه که از پیروان مکتب اهل بیت و از شیعه ها بد تعریف کنه، چون خودش سر سفره حرام نشسته بود. شرح حال یحیی رو میدونید یا نه؟ حتی ایشون کی هست، پسر کیه، باباش چه کاره بوده؟ اجمالا دو کلمه بگم و تفصیلش هم بعد. اون یگان ویژه، اون گارده چی میگن، محافظ خانه ها و کاخهای هارون در بغداد، مسئولش مالک بن عبدالله بود و اشراف داشت هم بر یعنی حفاظت کاخهای هارون و هم مسئولیت زندانها را داشت. ما مالک ابن عبدالله، معین رئیس دفتر این آقا بود، ملاقات ها و ربط آمد و همه را چکار میکرد؟ این تنظیم میکرد. یحیی بن معین پسر همین آقا و یکی از زندان هایی که ایشون سرکشی میکرد زندانی بود که آقا مصطفی جعفر درش بود. قصه را نگاه کنید در وفایات الاعیان، اصلا دل هر انسان ریش ریش میشه که اون قصه را میبینه. کتاب را گذاشتم زمین، هم تا عشق ریختم هم قصه مالک ابن عبدالله. ببینید قصه شو حالا این یحیی ابن معین سر این سفره بزرگ شده. یحیی بن معین متأسفانه نسبت در بین سنت جایگاهی دارد، نظراتش مورد چی میگن حسابه، اما نسبت تشیع هم خیلی موضع دارد. بگذاریم یحیی بن معین میگه لا یحتج به، کاری به این نداشته باشه. به کی؟ به عطا. احمدم میگه آدم خوبیه، ثقه است، من سمع منه قدیما کان صحیحا، یعنی چی؟ قبل از اختلط خوبه ولی بعد نه. و من سمع منه حدیثا لم یکن بشیء. آقایونی که از احمد دفاع میکنید، بله فضائل صحاب، فضائل امام علی نمیشه، فضائل صحابه نوشته نه فضائل امام علی. حالا امام علی هم اورده فهم فضان صحابه نشت. نسائی میگه ثقتون فی القدیم، حالا چی قضیه هست؟ لکنه تغییر. خب قصه از این قراره که مرحوم صدوق در مشیخه این قضیه رو نقل میکنه، مرحوم صدوق این جریان رو نقل میکنه که چی؟ که امام زین العابدین یه وقت فرمودن، خود عطا نقل میکنه، امام زین العابدین فرمودن اذا کنتم فی ائمه جور فقضوا فی احکامهم، که شما رو به عنوان قاضی انتخاب کردن، حکومت انتخاب کرد، سعی کن بر خلافشون حرکت نکنید. فقضوا فی احکامهم ولا تشهروا انفسکم، خودتون رو انگشت نما نکنید، تشیع جرمه، میگیرن میکشن نابود میکنن، چرا خودتون انگشت نما نکنید؟ فتقتلوا. دعای امام زین العابدینه و این تعاملتون به احکامنا کان خیر لکم، البته اگه طبق احکام ما حرکت کنید به نفع شما، ولی مواظب باشید خودتون رو کشتن ندید. خب این جریان ازشون نقل شده. بعدم ذهبی ازشون نقل میکنند که مسح رأسی علی و دعا علی. کدوم علیه؟
که مسح رأسه. خوب دقت کنید، ظاهرا گفتن از معمرین بوده، ایشون عمر طولانی داشته، 136 فوت شده. آقامون کی شهید شدن؟ امیرالمومنین 40. میتونید درک کنه آقا را یا نه؟ نه دیگه، مسح علی علا رأس 4 سالش هم باشه. علای این معجز معمرین بوده. آقای ودع علی بالبرک، آقای توستری در این کتاب جلد در قاموسش جلد 7 صفحه 206 می فرماد و شاهد لعامیته اولا. این سنی بوده قبلا، عامی بوده. شاهدش چیه؟ حرفیست که ذهبی نقل میکنه، که مطلبی از به اصطلاح مبانی اهل سنت را نقل میکنه و خودش هم اتخاذ میکنه. خوب، یه اشکال هم به شیخ میکنه که شما چرا در رجالت اسم ایشون را نیاوردی؟ حالا شما قبلا به ایشون اشکال کردی که این کتاب کتاب یاد داشت، کتاب چاپ برای چاپ نیست، ایشون اشکال میکنه. علاین این آقا، خود شما آقای شوشتری در کتابت اصلا توصیقش نکرد، حرفش هم نداره. آقای خویی هم وقتی که مطرح میکنه میفهمد که لم یثبت چی؟ وثاقته. خب شما روایت ازشون آوردید، این مانور میدید که بالاخره روایت صحیحه برخلاف روایت سعدری. کو روایت صحیحه؟ روایت بعدی را عطا و کلبی از ابن عباس نقل میکنه. این کلمه رو بگم دیگه عرضم رو تمام کنم. در معنای کاف هایا انصاد، خداوند کافی بر خلقش، هادی بر بندگانش، عالم به مخلوقات، صادق بر وعده و گفتهای خود بوده. او بالای دست مردم است. روایت سوم را با تبرسی از امیرالمومنین نقل میکند، مرسل، که امام در دعای شما اسألوک بحق کاف هایا انصاد. همین. بعد مرحوم طبرسی بنابراین هر کدام از حروف بر صفتی از صفات خدای عز و جل دلالت دارد. طبرسی جلد 6 صفحه 502 تا برسیم مطلبی را که برهان نقل میکنه و مطلبی را نور الصقلین نقل میکنن، همه را من مراجعه کردم. یک دونه سند صحیح نمیشون ارائه بدن برخلاف اون تفسیر سعد اشعری. آخه شما دزرس قاطع میخواند که روایت صحیح برخلاف داریم؟ این برای من جای سواله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.